یه مطلبی خواستم بگم. من تو این چند سالی که تو دنیای مجازی هستم، تو ایران که نمیشد این حرفا رو بزنیم، خلاص اومدیم این بعد حالا داریم حرفامونو میزنیم که اینجا دستشون بهمون نمیرسه بگیرن خفه کنن، تیکه تیکه کنن، اعداممون کنن. یه سه خنده داری که تو این چند سال بسیجی ها و سپاهی ها و آخونده من شنیدم، میگن 85 میلیون تو ایران طرفدار خامنه ای هن. من خودم خب تا 30 سال تو ایران زندگی کردم، دیارم 36-7-8 سال خودم گرفتم، 5-6 سالش این ورم دیگه. یه تو ایران بودیم، تو تهران هم به دنیا اومدم. تو محله ای که ما بودیم، خب منطقه 18 تهران میشه دیگه، من بچه شهرک ولیعهد، همون قبل انقلاب شهرک ولیعهد بود، بعد اینکه این آخونده اومدن و گروگان گرفتن و حمله کردن و خلاصه کاری ندارم، شد شهرک ولیعهد. بالاخره تو تهران مسجد زیاده دیگه، هر سر کوچه ای این ور سر کوچه همون مسجد بود، این ورش هم سر مسجد بود، پشت خونه همون هم مسجد بود. بعد تمام این مسجد ها زیر زمین هاشون کرده بودن پایگاه بسیج، یا بعضی هم که جواب نداره. آره دیگه پایگاه بسیج بود. بعد که دیدم فایده نداره، کسی نرفت، کسایی که میرفتن بسیج یا دنبال کسر خدمت بودن یه کارتی بگیرن که مثلا 6 ماه 7 ماه خدمتشون کم بشه، اصلا طرفدار خامنه ای نبودن. یه سریاشون حالا مثلا من 100 تا جوون بگیریم، دو تاشون مثلا دیگه کیری مثلا عشق خواهی ما عشق نظام داشت، عشق مثلا اسلحه بگیرن دستشون، عشق این داشته باشن که باتون بگیرن دستشون برن جلوی مردم ایس بازرسی. بعد اونم تو جمع ماها نمی اومدن، تو جمع آدمای عادی نمی روشون نمیشد. خجالت میکشم بگم ما بسیجی هستیم، خجالت میکشم چون میدونم مثلا مردم نفرت دارن این خامنه ای و حالا حرف 6 7 سال میشه که من تو محلمونو دارم میگم، خجالت میکشم بگن ما بسیجی هستیم. خودشون تو خودشون با هم میچرخیدن، نه کسی اینا رو تحویل میگیره. الان هم همینجوریه، همه به چشم آدم فروش، همه به چشم خایمال میشناسن. حالا بعد ما میرفتیم شهرستان، خود شهرستان که اصلا این چیزا نیست، مسجد دو تا مسجد بود شهرستانمو، دو تا بود. آره اون دو تا هم آشوا تا سوا با هم شد، یکی هیئت میرفتن خرجی و فلان اینجور حرفا، نه ایس بازرسی بود، نه که 800-900 خانواده هم زندگی میکنن الان فکر کنم تو شهرستان، فکر نکنم مثلا چیزی به عنوان بسیج باشه. یه پاسگاه بود، یه سرباز بود، بنده خدا هم غذا میپخت، هم پست میداد. خودم هم من توی بندر عباس خدمت کردم دیگه. کلا صحبت بسیج مسیج تو تهرانه، تهران هم من دارم بهت میگم از 100 تا جوون دو تا سه تاشون بود اونم برای کسری خدمت، حالا مثلا دیگه خیلی خای مال در میومدن، دو تاشون مثلا بسیج بودن لای مردم عادی نمیومدن، خجالت میکشیدن. و من نمیدونم این آخوندا این بسیجیان سپاهی چجوری روشون میشه بیان بگن 85 میلیون طرفدار خامنه ای، یعنی 85 میلیون بسیجی داریم ما، یعنی 85 میلیون فدایی رهبر داریم. کل طرفدارای خامنه ای شد یه استادیوم آزادی، پارسال بود کی بود من نمیدونم. این بی‌ناموسا مردمو که نه خودشون خرگیر آوردن. چه حرفی داریم زن 85 میلیون طرفدار خامنه ای، هیچ خامنه ای رو تخمش هم حساب نمیکنه. اگه 85 میلیون خامنه ای طرفدار داشت، بچه‌رو ماشین ضد گلوله سوار میشه، بچه‌رو با بادیگارد میاد بیرون، بچه‌رو خواهی نمیکنه تبیلی رهبریش بیاد بیرون میشه مردم. یه حرفی بزن که بابا مرغ پخته تو قابلمه داره قطقط میکنه، دروغ شاخداری که شما دارید میگید. بسیج، من از اون بچگی که 30 سال تهران زندگی کردم، اون بچگی تو محله ما مد بود، پایین شهر تهران مد بود بسیج، و به عنوان یه آدم بیناموس هنوزم هم هست، خایمال، بی وجود میشناسن. مثلا یه چیزا یه زمانی مد شده بودن هر کی تو باختش بیل خورده رفته بسیج. بیناموسا خجالت میکشید، این چه حرفی دارید 85 میلیون خامنه ای رو قبول دارن؟ عجب خجالت هم بین خودتونو به چی فروخت؟ به ساندیس، به کیک. بیناموستر از بسیج بازم خودشونه، خودشونن، نداریم نگرد گشتم نبود، تمام من دیگه حرفی ندارم.